برام خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 عقرب 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 مارچ نوامبر سال 2018 میلادی. بر نخست سرخط چند خبر مهم. جان باختن 14 نظامی در حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی خواجه غار تخار. برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان با حضور نمایندگان آمریکا و شورای عالی صلح. تأکید ائتلاف بزرگ ملی بر نپذیرفتن آرای بدون بایومتریک. دزدی 18 موترکالاهای بازرگانی در مسیر شاهراهای کشور در یک هفته پسین و جان باختن 13 تن از سر تیراندازی مهاجمان در کالیفرنیای آمریکا. مشروع خبرها. 22 سرباز ارتش در ولایت تخار کشته و زخمی شدند. مقام های امنیتی در ولایت تخار میگویند که شب گذشته در نتیجه یورش طالبان در ولسوالی خواجه غار این ولایت 14 تن از نیروهای ارتش ملی کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال فعالان مدنی در این ولایت مسئولان امنیتی را متهم به سهل‌انگاری کرده و خواهان به دادگاه کشانیدن آنان شدند. طالبان در سال روان و سالهای گذشته بارها حمله های تهاجمی را بر پازگاه های ارتش در ولسوالی خواجه غار تخار انجام دادند. فرمانده پلیس این ولایت میگوید در نتیجه یورش شب گذشته نیروهای سرخ طالبان بر یک پازگاه 60 نفری ارتش در تخار 22 تن از نظامیان کشور کشته و زخمی شدند. بدون شک یک قسمت تلفات به بار آمد به نیروهای امنیتی که حدود 20 نفر تلفات نیروهای امنیتی است، هم از مجروحین و شهدا و طالبان هم متحمل تلفات شدند. امید از آنکه با شما صحبت میکنم آخر اطلاعی مایی است که همزمان با این شمار از فعالان مدنی در این ولایت مسئولان امنیتی را در جان باختن نیروها به سهل‌انگاری متهم کرده و خواستار به دادگاه کشانیدن آنان از سوی حکومتند. کسایی که در فاجعه ولسوالی خواجه غار تغافل کردند باید به دادگاه عدلی و قضایی معرفی شوند و اینا جدا پاسخگو هستند. باید محاکم از اینا پاسخ بطلبه که چرا یک چنین فاجعه بار بار در این ولسوالی تکرار می شود. مسئولین امنیتی، استخباراتی، کشفی و امنیتی ما در مجموع اینا ضعف مدیریتی دارن، پلان مشخص ندارن که تدابیر بگیرن برای عده که جلوگیری عده حادثات خیلی خطرناک شود. از سوی هم وزارت دفاع در مورد یورش طالبان به ولسوالی جاغوری غزنی اطمینان میدهد که برای پس زدن طالبان از این ولسوالی نیروهای کماندو را فرستادن و این گروه را سرکوب خواهند کرد. جاغوری ولسوالی ترنن از مون کماندو ځواکونه ورسیدل. مونږ د جاغوری خلکو ته ډاډ ورکوو چې هر ځای کې ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه شتون ولري هلته ترورستان او طالبان تاب نشي راوړلی. کماندو ستاسو د حفاظت او امنیت لپاره در ورسیدله. مونږ تاسو ته ډاډ درکوو چې هلته هیڅ څوک نشي کولی ستاسو امنیت له ستونزو سره مخ کړي. حمله های تهاجمی گروه طالبان بر بخشهایی از کشور در حال افزایش یافته است که قرار است روسیه میزبان نشست صلح با اشتراک شمار از اعضای شورای عالی صلح باشد. نشست مسکو درباره روند صلح افغانستان قرار است با حضور نماینده آمریکا، هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در مسکو فردا برگزار شود. شورای عالی صلح میگوید که در این نشست برای پایان جنگ و وادارسازی طالبان با انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان تلاش خواهد شد. در این حال آمریکا اعلام کرده است که برای نظارت از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در این نشست نماینده میفرستد. خالد نیکزاد. مسکو فردا میزبان نشست صلح در مورد افغانستان با اشتراک نمایندگان 12 کشور جهان خواهد بود. در این نشست هرچند از جانب حکومت افغانستان هیئت حضور نخواهد یافت، اما یک هیئت 4 نفری نمایندگان شورای عالی صلح امروز پنجشنبه به مسکو رفتند. شورای عالی صلح میگوید در نشست مسکو تلاش خواهد شد تا طالبان به انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و پایان جنگ وادار شوند. تمام کسانی که در نشست فردا در مسکو حضور دارند میخواهیم که حمایت از اونها را در مورد هر چه زودتر آغاز شدن مذاکرات بین الافغانی بین افغانستان و گروه تحریک طالبان آغاز شد. بر بنیاد گزارش ها شیر عباس استانگزی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر رهبری هیئت طالبان در نشست مسکو را بر عهده خواهد داشت.
هرچند پیش از این آمریکا اشتراک در نشست مسکو را رد کرده بود، اما به تازگی وزارت خارجه آن کشور گفته است که سفارت این کشور در روسیه نماینده ای را برای نظارت از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در این نشست خواهد فرستاد. سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو نماینده خود را برای نظارت گفتگوهای صلح خواهد فرستاد. حکومت ما باور دارد که تمامی کشورها باید از گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان برای پایان جنگ پشتیبانی کنند. اما برخی ها برگزاری نشست مسکو را با کاستی ها به امرا دانسته و میگویند نبود نماینده حکومت افغانستان در این نشست سبب خواهد شد تا به سود طالبان بینجامد. کاش که افغان حکومت هم گردون کرده وی، ولی در چی افغان حکومت د سول شورا لادرس خبری که او طالبان مستقیما زیر فکر کومه چی په مجموع که با طالبان وکواله سی چی په دی غونډه کې د ځان لپاره او د ځان په ګټه لابي وکړي. خلای خود وجود داره، ضرورت به ایست که کشورهای دی راساکار میکنن اول یک توحید نظر و همسویی پیدا بکنن با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، با سایر کشورهای دی داخل سن در قضیه افغانستان، تو انگامی که یک نظر واحد ارتباط با آوردن امنیت و صلح در افغانستان در بین جامعه جهانی و در بین همسایه ایجاد نشه، من فکر نکنم ما به نتیجه مطلوب رسیم. با این همه برخی از منابع بر رسانه‌های خارجی گفتند که روسیه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان را نیز در این نشست دعوت کرده است. به گفته این منابع در نشست مسکو از تمامی اشتراک کنندگان درخواست خواهد شد تا دیدگاه‌هایشان را در مورد رای حل سیاسی برای پایان جنگ افغانستان ارائه کنند. رئیس آجندای ملی میگوید که تصمیم گیری ها در روند گفتگوها از سوی حلقات خاص انجام می شود. از این رو جریان های سیاسی و مردم در حاشیه قرار گرفتند. از سوی هم مشاور پیشین شورای امنیت ملی می افزاید که طالبان به شریک پذیرفتنی برای امریکا مبدل شده و باید این وضعیت تغییر کند. اما شورای عالی صلح میگوید که در انجام گفتگوهای صلح کسی در حاشیه قرار نگرفته است. زیر نام صلح در آینه وفاق ملی گرد آمدند. بیشتر کسانند که مقامهای حکومت پیشین بوده و منتقد حکومت کنونی اند. اما نسبت به انجام گفتگوهای صلح ابراز نگرانی می کنند. یک روز یک کنفرانس صلح به یک کشور دنیاست، بعد در یک گوشه دیگه است. مردم خبر ندارند. مردم در تاریکی هستند، در افهام هستند. در اینجا راهبردهای برای رسیدن به صلح و کاستن از قدرت تحرک طالبان نیز مطرح می شود. از جمله اینکه پایگاه مردمی طالبان از بین برود و آمریکا هم نباید طالبان را به حیث شریک قابل اعتماد در موضوع افغانستان بداند. عملا طالبان به یک شریک مورد قبول ایالات متحده تبدیل شده است. و مایی که در 40 سال قربانی دادیم، در 17 سال گذشته اگه دوران مقاومت را علاوه بکنیم 8 سال، 25 سال گذشته در رویارو بودیم با اشغال پاکستان زیر نام طالبان، در چنین گفتگوهای حضور ملموس نداریم. چگونگی اعتمادسازی میان طالبان و حکومت موضوع دیگر است که در این نشست مطرح می شود. تو فکر میشه که یک توافقنامه بین حکومت و بین طالبان دستخط شد؟ ما باز طرفدار از او نیست. اولا این حکومت در او حدی نیست که به نمایندگی مردم افغانستان این تو یک مسئله مهم امضا کنه. این حکومت او حیثیت نداره، با وجود از اینکه طرفدار کنار زدنش هم نیستم. اما پاسخ شورای عالی صلح در مورد این دیدگاه ها چیست؟ خواست ما، دیدگاه ما، تلاش های ما ای بوده که باید پروسه صلح افغانستان در حاکمیت مردم افغانستان با مشورت های مردم افغانستان و مذاکرات باید بین افغانی و تحت حاکمیت افغان ها صورت بگیرد. در این نشست از آغاز گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیز ابراز خوشبینی می شود، اما تاکید می شود که از جریان این گفتگوها نباید حکومت افغانستان کنار زده شود. نیروهای خیزش مردمی برای نابودی داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار عملیاتی را راه اندازی کردند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این عملیات تا زمان نابودی کامل داعش در این ولسوالی ادامه خواهد داشت. در این حال شورای ولایتی ننگرهار از حکومت میخواهد تا مناطقی را که این نیروها از وجود داعش پاکسازی میکنند برای آنکه دوباره به دست این گروه نیفتد بازگاه‌های امنیتی ایجاد کند.
برای نابودی داعش در ولسوالی نازیان ننگرهار سلاح برداشتند. اینان نیروهای خیزش مردمی هستند که میگویند برای تامین امنیت در ولسوالی نازیان و سرکوب داعش در این ولسوالی عملیات را راه اندازی کردند. کنترل را پسیدری چه بس بود خپل خاور خپل دین و اسلام و ملک ندفاع کو داعش بزد را بودیدی نکوه من طول یورو نویده یو کلیوی در مون در طول مرگری در طول در نازیان ولسوالی مون داعش پا خلاب را پورتر شوی و انشاء الله در مون دی وطن نورکو در مون خپل کور مون خپل کلا در مون کلی تراغلی داز مون کوی راتا او داز مون گا در حکمت ندیر من نکلو در او دا اولا چی داتا سی گو رای دا با دا دی کیادت لانده دخدا پوکم سرا خپل قربانی ته چمتو او مدی او د خپل اسلامي دولت د ګټو په ساتلو د ملي ګټو په ساتلو کې به موږ یو نو درې غونډه کړو. سخنگوی والی ننګرهار میگوید که این عملیات در هماهنگی با نیروهای امنیتی ملی راه اندازی شده و تا نابودی کامل داعش در این ولسوالی ادامه خواهد داشت. از این ولسوالی که چې کوم عملیات پیل شوی دی دا تر نور ځانګړي دي ځکه هم مهاله چې عملیات پیل کیږي ورسره د شاوخوا 400 څخه زیات ولسي پاڅون کوونکي پر دندو ګمارل کیږي. شورای ولایت ننګرهار نیز این عملیات را در کار تامین امنیت این ولسوالی سودمند میداند. داعش ځپل شوي دي، حکومت اراده لري چې د نظام مخالفین داعشي که طالبانی هغه وهي، مګر هغه ساحه چې د مخالفینو څخه پاکیږي نو هلته باید پوستی جوړږي ترڅو دوباره دا مخالفین یا داعش هلته حضور پیدا نکړي. با این حال باشندگان ننګرهار از نهادهای امنیتی میخواهند که جلوی نفوذ داعش را در این ولایت بگیرند. داعش مسله کې دولت تر یو حده پورې برلاسه دی، خو هغه څه چې ضرور ده تر اوسه نه دی ترسره شوي. په ځینو ولسوالیو کې په ننګرهار کې اوس هم د ولس سره د داعش ویره ده. حکومت نه د ټول ولس تقاضا دا ده چې باید دی خپل عملیات نظامي عملیاتو البته دوام ورکړي او دغه ډله له منځه یوسي. ننګرهار از شمار ولایت‌های شرقی افغانستان به شمار می‌رود که داعش در آنجا نسبت به مناطق دیگر افغانستان حضور بیشتر دارد. آرای بدون بایومتریک به ائتلاف بزرگ ملی قابل اعتبار نیست. اعضای این ائتلاف تاکید می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات باید شمارش آرا را در 33 ولایت انجام دهد و اگر کمیسیون نتواند آرای سیاه را از سفید جدا کند، این کمیسیون مشروعیت خود را از دست می دهد و نتیجه آن پذیرفتنی نیست. آنان می افزایند که ائتلاف ملی در انتخابات ریاست جمهوری یک تن را به حیث نامزد رئیس جمهور معرفی خواهد کرد و هیچگاه شکست نخواهد خورد. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که آرای بدون بایومتریک دارای اعتبار می باشد، اکنون ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از این کار کمیسیون مستقل انتخابات سخت انتقاد کرده و هشدار می دهد که نتیجه آرای بدون بایومتریک برای آنان مدار اعتبار نمی باشد. در سر نطول رای شمیره نوشی او پا این وقت که بیومتریک رای در غیر بیومتریک رای نه جلاسی در اطلاف در پارتنا بیومتریک رای در منل ورده که چیر تا کمیسیون و نتوانیگی چی در رای تفکیک که در اینده ریاست جمهوری پر انتخاباتو که در اطلاف گردون با در انتخابات کمیسیون کمیشنران و نمانی. شمار از اعضای این ائتلاف می افزایند اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند آرای سیاه را سفید جدا کند، آنان اعضای این کمیسیون را در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبول نخواهند کرد. اینا هم در یک آزمون بسیار بزرگ قرار دارند. اینا باید بین رأی مشکوک و رأی شفاف مردم افغانستان که در انتخابات پارلمانی صورت گرفت، اینا حقانیت خود را به ثبوت برسانند. این ائتلاف همچنان تاکید می‌ورزند که آنان در انتخابات ریاست جمهوری یک تن را از اعضای این ائتلاف به حیث نامزد با سه معاونش و یک تن را به حیث نخست وزیر با سه معاونش تا چند روز دیگر معرفی خواهند کرد. کاندید ما داخل ائتلاف است. نه تنها آقای اتمر و آقای داوزه یا با سایر دیگران دید و بازدید صورت گرفته، اما تمام اساس پرنسپ ما است که از داخل ائتلاف ما باید کاندید بدیم. این ائتلاف از حکومت می‌خواهند تا پرونده جنرال رازق را بررسی و هر فرد داخلی و یا خارجی که در ترور وی دست داشته باشند را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهد. ده حکومت نه په جدی توګه غوښتنه کیږي چې د دې پیښې عاملین دښمنان
کڅه د ګاونډي هیوادونو دی کڅه هم په افغانستان کې څو ور سره لاس لري د دغه موضوع جدي بررسی غوښتنه کیږي امروز موجودیت جنرال عبدالرزاق قهرمان بر ملت شریف افغانستان اطمینان میداد که او تاریخ تکرار نمیشه امیدوار هستیم که جایگاه از اینا که پر شوه برادرشان برادر ماست همسنگر ماست انشاءالله در کنار اونا استاد خواهد شدیم این در حال است که چند روز پیش کمیسیون های انتخاباتی در آگاهی نامه اعلام کردند که آرای بدون بایومتریک مراکز را که در مورد آن شکایت درج شده باشد باطل اعلام میکند و حالا وقفه کوتاه ادامه خبرها ناامنی ها بیشتر از هر زمان دیگر جان و مال بازرگانان را در کشور تهدید می کند. مسئولان بخش خصوصی می گویند که در یک هفته گذشته بیش از 18 موتر کالاهای بازرگانی در مسیر شاهراهای کشور و به ویژه در پایتخت دزدی شده است. در این حال مسئولان وزارت داخله می گویند که آنان برای جلوگیری از دزدی های مسلحانه با وزارت دفاع ملی طرح تازه را آماده ساختند. دزدی های مسلحانه کالاهای بازرگانی در کشور مسئولان بخش خصوصی را نگران ساخته است. آنان می گویند از چندی به این سو در کنار را بودن بازرگانان و سرمایه گذاران و درخواست میلیون ها افغانی از آنان دزدی های کالاهای بازرگانی نیز آغاز شده است. با گفته آنان در یک هفته گذشته بیش از 18 موتر سنگین وزن با کالاهای آن از سوی گروه های مسلح دزدی شده است. نیت تجار و سرمایه‌دار بسیار خراب هستند، اختطاف و اذیت هستند، سرقت های مسلحانه و حوادث خرد و کوچک که موتر ببره و مسلحانه در دکان حملک و در سره حملک و در این مسائل یک قدر زیاد شده که روزانه حتی در تمام افغانستان ده ها حادثه همینطور میشه. در پیوند به این شکایت ها مسئولان وزارت امور داخله از طرح تازه سخن میزنند که با عملی شدن آن جلو دزدی های مسلحانه و ربودن سرمایه گذاران و بازرگانان گرفته خواهد شد. ما روی یک میکانیزم کار کردیم مشترک با وزارت دفاع و داخله که پوسته هایی که در این مسیر است بخصوص شهرهای نمبر یک اینا بیشتر تقویه شود گزمه های ثابت سیار بیشتر شود تا اینکه در هیچ جایی برای مردم مشکل پیدا نشود. روی از این کار داریم انشاءالله که با عملی شدن همین برنامه جدید وضعیت در شهرها تغییر میکنه و بهتر میشه. شماری از بازرگانان و سرمایه گذاران هشدار می دهند که اگر نهادهای امنیتی دزدان مسلح را شناسایی و مجازات نکنند، فعالیت آنان افزایش یافته و بر روند سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد کشور تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت و سرمایه گذاران بزرگ از کشور فرار خواهند کرد. با گذشت دو سال تاکنون شهرهای اروزگان قندهار ساخته نشده است، شماری از مسافران و رانندگان که از این مسیر عبور و مرور می نمایند می گویند که پس از مسدود شدن شاهراهای اصلی توسط طالبان حکومت شاهراهای فرعی را ایجاد کرده اما تا اکنون این جاده ساخته نشده و مسافران با چالش های زیاد روبرو شده است. رفت و برگشت کوتاه خبرهای جهان 13 تن مشمول یک افسر پلیس در نتیجه تیراندازی یک مهاجم در کالیفرنیای آمریکا جان باختند. پلیس میگوید که این رویداد پس از آن رخ داد که فرد مهاجم وارد یک باشگاه شبانه شد و به تیراندازی پرداخت. هرچند تاکنون مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است اما پلیس میگوید که بررسی های خود در این مورد را آغاز کرده است. عراق کشف 200 گور دستجمعی در این کشور را تایید کرد. بر بنیاد گزارش ها این کشور پس از آن این خبر را تایید کرد که سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که بیش از 200 گور دستجمعی را در بخش های شهر موصل عراق کشف کرده است. بررسی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 3 سال گذشته در بخش های شمالی عراق که زیر اداره داعش بودند 200 گور دستجمعی وجود دارد. و نیروهای ائتلاف سعودی منطقه تحت کنترل حوثی ها در شهر حدیده را تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع حوثی ها در شهر حدیده در یمن را به شدت بمباران کردند و در پی حمله زمینی
کنترل یک جاده مهم منتهی به داخل شهر را در دست گرفتند. این درگیری ها در حالی است که کشورهای غربی و سازمان ملل متحد امیدوار هستند با انجام مذاکرات دو طرفه تنش در یمن کاهش یابد. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهیتان. شب شما خوش. خدا نگهدار.